پس آنگاه زمین به سخن در آمد و آدمی خسته و تنها و اندیشناک بر سر سنگی نشسته بود، پشیمان از کرد و کار خیش. و زمین به سخن در آمده با او چنین می گفت: به تو نان دادم من و علف به گوسفندان و گاوان تو و برگ‌های نازک تره که قاطق نان کنی. انسان گفت: می دانم. پس زمین گفت: با هر گونه صدا من با تو به سخن در آمدم، با نسیم و باد، با جوشیدن چشمه‌ها از سنگ و با ریزش آبشاران و با فرو غلطیدن بهمنان از کوه. آنگاه که سخت بی خبرت می یافتم به کوس تندر و ترقه طوفان. انسان گفت: می دانم اما چگونه می توانستم راز پیامت را دریابم؟ راز زمین در گستردگیش در پهنای دشت و سنگ و سنگ و دریاست، در تکرار بی پایان تعادل، چرخش بی نظیر در لایتناهی ظلمات رو به سمت خورشید. ایران گستره ایست متنوع از چند اقلیم، از خشک خشک تا معتدل، کوهستانی و مرطوب. در ایران با این تنوع آب و هوایی ساخت گلشن محدود به سرزمین‌های خشک و کمباران نیست. گلچنهای باغچه جوق ماکو و عباس‌آباد بهشهر دو نمونه از گلچن در آب و هوای معتدل و کوهستانی است. اما گلشن در فلات مرکزی ایران در اقلیم گرم و خشک حال و هوای دیگر دارد. در سرزمین گرم و خشک فلات ایران آنچه رویایی و دست نیافتنی است، سرزمینی است سرسبز با جویهای روان و آرامشی بیبدیل که تصویر ازلی بهشت می شود و انسان در مسیر کمال، در مسیر رسیدن به حق، با ساخت گلشن آن رویای دور از دسترس را، بهشت را تجلی می بخشد و به اوج می رساند.
گلشن ایرانی دستاوردی است به واقع ایرانی. یکی از آن خیلی بی‌بدیل آفرینشگری هایی است که به هر جای این کره خاکی سفر کنی و یا هر کس از هر کجای این کره خاکی به اینجا سفر کند، نظیرش را نخواهد یافت. شاردن، سیاح غربی، در سالهای بین 1671 و 1673 از گلشنهای پایتخت آن زمان ایران، اصفهان، دیدن کرد. او در سفرنامه‌اش درباره این گلشنها چنین می‌گوید: نخست از خیابان بزرگ شروع می‌کنند که می‌توان آن را گردشگاه اصفهان نامید و زیباترین خیابانی است که دیدم. بالهای این خیابان دلفریب را باغهای زیبا و فراخی تشکیل می‌دهند که هر کدام دو کوشک دارند. آنچه در سفرنامه شاردن قابل اهمیت است، حیرت و شگفتی او در مقابل دستاوردهای عصر صفوی است و یکی از آنها گلشن‌سازی در پایتخت صفویان است که این خود بر پایه سنت چند هزار ساله گلشن‌سازی در ایران استوار شده است. تکرار و تداوم ساخت گلشن در پهنه جغرافیای ایران باعث به وجود آمدن سنتی در ساخت گلشن ایرانی شده که امروز با رجوع به هر گلشن، نشانه و عناصر به وجود آورنده این سنت را به راحتی میتوان دید که بی حضور این عناصر شکل گیری گلشن ایرانی غیر ممکن است. زمین، آب، گیاه و فضا، چهار عنصری که وقتی در منظومه فکری معماری ایرانی و با چهارچوب مفهوم و ایده گلشن در کنار هم قرار می گیرند، گلشن ایرانی را شکل می بخشند. زمین به عنوان بستری که گلشن در ارتباط مستقیم و در تعامل با آن تعریف می‌گردد، عنصر اصلی و با اهمیتی است که در شکل گیری گلشن نقشی اساسی دارد. بیشترین نقش در این زمینه در ارتباط با قرارگیری و استقرار گلشن در بستر شکل گیری آن است که بیش از هر چیز به عواملی چون شکل و ویژگی‌های کالبدی زمین بستگی دارد. و شکی نیست که گلشنها همواره تابع شکل کلی بستر خود ساخته شدند. به غیر از آن، عوامل دیگری همچون جنس خاک و ویژگی‌های درونی از جمله قابلیت آبیاری و حاصلخیزی نیز که از خصایص زمینند، به عنوان ویژگی‌های عناصر شکل دهنده گلشن ایرانی با اهمیت و قابل بررسی هستند.
گلچنهای ایرانی به تفکیک این که از چه نوع و گونه‌ای هستند و چه مقیاسی خواهند داشت از زمین به عنوان بستر شکلگیری خود تأثیر گرفته و گاه بعد از شکلگیری همان بستر را تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. و شاید بتوان چنین عنوان کرد که زمین گذشته از این که خود یکی از عناصر اصلی شکل بخشی به مفهوم گلشن است، چنان که آن مفهوم و ایده بران تعریف می‌گردد و شکل می‌پذیرد، در نگاهی وسیع‌تر رابطه تعاملی با گلشن دارد. اگر به گلشن ایرانی جدای از کارکردهای درونی آن نظری بیاندازیم، در خواهیم یافت همانطور که شکل کلی و ویژگی‌های زمین، جایگاه، شکل و حتی اندازه گلشن را تحت تأثیر خود دارد، گلشن نیز در بالادست زمین‌های زراعی و حتی نواحی مسکونی پایین دست را متأثر از خود می‌دارد. نمونه این تأثیر و تأثر و یا تعامل در بسیاری از گلشن‌ها که هنوز نیز موجودند و محیط پیرامونشان تحت تأثیر دخالت‌های کلان قرار نگرفته به خوبی هویداست. چنانچه این نکته را در گلشن فین در کاشان میتوان مشاهده کرد که چگونه گلشن و مظهرخانه که در ادامه مسیر قنات قرار گرفتند مجموعه پیرامون و پایین دست را تحت تأثیر خود قرار دادند. اما تکامل میان گلشن و زمین را در شیب و عوارض طبیعی زمین نیز میتوان دنبال کرد که بیشترین تأثیر را در ساختار گلشن بر جای میگذارد. نمونه این تأثیرگذاری را میتوان در گلشن شازده ماهان که به علت شیب زیاد زمین به صورت پلکانی یا باغ تخت ساخته شده پیدا کرد. یکی دیگر از نشانه‌های سنت گلشن‌سازی در گلشن ایرانی، کاشت درخت از نوع خاص آن است. درختان از جمله عناصر اساسی طبیعت به شمار می‌روند که در طول تاریخ همواره از آنها به عنوان سمبل قدرت و شخصیت یاد شده است. در آیین کهن و فرهنگ دیرپای ایرانیان نیز درخت به عنوان یکی از نمادهای ظهور اراده خدای یکتا روی زمین از احترام ویژه‌ای برخوردار بوده است. امروز پس از گذشت هزاران سال ستایش درختان مفهوم واقعی و حقیقی به خود گرفته است و دانش امروزی نیز آن را به اثبات رسانده. درخت در ابعادی گسترده در خدمت انسان و دارای ارزش‌های بوم شناختی و اقتصادی فراوانی است. در میان همه درختانی که در گلشنهای ایرانی و هر کدام به منظور خاصی کاشته شدند، دو درخت از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. چنار و سرو. ستایش درختان در نزد ایرانیان بیشتر از جهت نقشی بوده
که در طول تاریخ در زندگی آنها ایفا می کرده است. یکی از درختان قابل ستایش در نزد ایرانیان چنار است، به طوری که در گذشته‌های دور در کنار چنارهای تنومند اماکن عبادی زرتشتیان و یا کلیسا بنا می شده است. مانند کلیسای روستای غلات در حوالی شیراز که امروز از آن تنها خرابه‌ای به جا مانده. در بسیاری از اماکن متبرکه اسلامی نیز درختان چنار کهنسالی وجود دارند که در برخی از این اماکن این درختان با ارزش به خاطر سهل‌انگاری از بین رفتند. چنار هزار ساله امامزاده صالح تجریش یکی از آن چنارهای کهن حاشیه اماکن مقدس اسلامی است که در یک اقدام عجولانه ریشه‌کن شد. علاوه بر درخت چنار، سرو افراشته و همیشه سبز نیز جایگاه خاصی در میان قوم آریا داشته است. اهمیت درختان، به خصوص درختان چنار و سرو، چنان بوده که کاشتن درخت در ایران جنبه اعتقادی هم یافته و جزو ثوابهای بزرگ به شمار می آمده است. سنتی که پس از اسلام هم ادامه یافت و هنوز هم ادامه دارد. سنتی که بنیان آن منسوب است به پیامبر و اندیشمند بزرگ ایران اشو زرتشت. او با دست خود درخت سروی در شهر کاشمر غرس کرد که سالیان سال پس از او هم این سرو زیست تا آنکه در دوره خلافت متوکل عباسی در یک اقدام نژاد پرستانه از ته بریده شد. کاشت دو درخت سرو و چنار در گلشن ایرانی جنبه قدسی گلشن ایرانی را افزون کرده است. از دیگر درختانی که در گلشن ایرانی کاشته می شود و از سایه آن استفاده می شود درخت نارون است. ایجاد سایه در گلشن از جمله عناصری است که به فضاسازی گلشن کمک می‌کند. کاشت درختان میوه نیز در گلشن ایرانی مرسوم است. درختانی مانند زردالو، گلابی و توت. در مناطق خشک و کم آب در کردهای خیابانهای اصلی معمولاً انار و در مناطق نسبتاً خشک در قطعات عقبتر درختانی مثل سیب ترش، آلو زرد و آلو سیاه و از این قبیل می نشندند. کنار دیوار گلشن معمولاً جای درختان بیخ یعنی سپیدار و کبودار و زبان گنجشک است.
جایگاه گلها در گلشن پای درختان است. در گلشن ایرانی گلهای معطر کاشته می شد. گلهایی که از گلبرگهایشان حلوا و مربا درست می کردند که برخی خاصیت طبی هم داشت. امروزه گلشن ارم در شیراز جزو معدود گلشنهای ایرانی است که مجموعه کامل از گلهای گلشن ایرانی را در خود دارد و در این میان گل سرخ که جایگاهی ویژه در سنت گلکاری گلشن ایرانی داشته از همه انواع گلها بیشتر و متنوع‌تر یافت می شود.